به نام آن که در بدایت بدایت همه چیز و در نهایت نهایت همه چیز اوست مجددا خدمت شما عرض سلام دارم و بسیار سپاسگزارم از توجه شما عزیزان و تشکر می کنم از برنامه که این دو عزیز داشتن ادامه میدم مبحث مربوط به ابیاتی که در دفتر اول مصنوی قسمت آخر این دفتر مسئله امیرالمؤمنین و مواجهه او با یک پهلوان رو حضرت مولانا به تصویر کشیده است میرسیم به ماده سیزدهم در این قسمت سیزدهم اشاره میکنیم به اینکه امام علی عقل و بینش خالص بود یعنی عقل محض و بینش محض این ادعا هم یعنی این نسبتی رو هم که مولانا از جانب خودش و دریافت خودش نسبت به علی ابن عبی طالب بیان میکنه بسیار بسیار قابل توجهه برای اینکه ما عقل خالص و بینش خالص و ذهن محض یعنی باطن محض رو باید دنبالش بگردیم هر انسانی از نعمت عقل برخورداره ولی همینطور که قبلا هم عرض کردم این عقل معطوف میشه به احساسات انسان معطوف میشود به شهوت انسان شهوت و گرایش هایی که انسان دارد این عقل محض و عقل خالص یعنی نورانیت محض و نورانیت خالص اینجا مولانا خطاب به علی علیه السلام میفرماید ای علی که جمله عقل و دیده ای یعنی تو عقلی و چشمی و خود مولانا هم در دعاهای خودش میفرماید که ما فقط از تو دو دیده می خواهیم. یک دیده می خواهیم. دیدن و اقلانیت ای علی که جمله اقل و دیده ای شمعی واگو از آن چه دیده ای خب اینجا مولانا تقاضاش اینه از در لباس اون پهلوان که از اون چه که دیدی یک حقیقتی رو مشاهده کردی شمعی از او رو برای ما بیان کن اینجا در ادامه اشعار من به ماده چهاردهم رسیدم سیره علوی کشتن موضع خصومت است خصومت کشی نه کشتن خسم در اینجا بحثی مطرح می شود تحت عنوان مظهریت حلم و علم وقتی که این پرواپیشگان و پارسایان و متقین را امیرالمؤمنین معرفی میکنه در نحج البلاغه می فرمید اینها هم صاحب حلمن هم علم دارند و هم بر اهل نیکی هستند و هم تقوا علما و علما و ابرار اتقیا و این حلم و علم در کنار هم قرار میگیره و در اون قسمت قبلی که عرض کردم که اون بعد مقاومتی رو انسان متوقف میکنه و به اون بهشتی که مولانا میگوید که من که صلحم دائما با این پدر این جهان چون جنت هستم در نظر من صلح هم با همه عالم و با همه هستی مظهر این صلح حلم است حلم یک نوع لینت است یک نوع نرمی است و یک نوع پذیرش و پذیرفتن است که همراه با رحمت و عطوفته و در کنارش علم هم مطرح می شود خب از زبان اون پهلوان مولانا بیان می کند که تیق حلمت ببینید اینجا یه پارادوکس وجود داره تیق با حلم حلم نرمیه تیق تیزیه تیق حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد جان ما را چاک کرد یعنی اون حلمی که تو نشون دادی اونی که تو از نقش خیشتن خود رو خراب کردی و این رفتاری که کردی در جان من مؤثر واقع شد یعنی با این نرمش با این حلم با این لینت جان من رو چا کرد جان ما را مولانا بیان میکنه که جان ما رو چا کرد و آب علمت یعنی اون علمی که در کنار این حلم مطرح می شود آب علمت خاک ما را پاک کرد یعنی اون چی که اقتضای خاکی بودن ماست یعنی حقده ها کینه ها دروعی ها نفاق ها عدم صداقت ها همه اینها رو پاک کرد یعنی این بیان بیان همطور که عرض کردم مرتبم تکرار می کنم این بیان بیان اون پهلوان نمیتونه باشه اون شخصی که به زمین افتاده نمیتونه باشه مولانا معتقد است که ما احتیاج داریم و نیازمند داریم که در سایه انسانی باشیم در سایه درختی باشیم که او به ما آرامش بدهد که با حلم به ما آرامش میده و خاک ما رو تخلیه بکند و تجلیه بکند و تحولی در خاک ما ایجاد بکند با آگاهی که به ما میدهد این اون تندیس آزادی رو که مولانا بیان میکنه ارز کردم تندیس آزادی با این حلم است و با این علم است که میتواند آزادی رو به بشریت عرضه بدارد تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد حلم هم همطوری که عزیزان استهزار دارن به معنای همون تحمل منتها حلم و حلم به معنای عقل است یک نوع دوراندیشی و یک نوع عدم مقاومت و یک نوع نف کردن اون خواسته های درونی که همراه با عقل است یعنی عاقبت را میبیند خب پونزدهم اینی که عمل علوی عمل الهی است یعنی در اینجا مولانا به این اشاره میکند چون از زبان اون پهلوان میگه بازگو دانم که این اسرار هوست زان که بی شمشیر کشتن کار اوست میگه این کاری که تو الان انجام دادی بدون شمشیر منو کشتی بدون شمشیر منو کشتی یعنی بدون اینکه آلتی دست تو باشه چیزی رو در من کشتی و اون چیز چیه که تو در من کشتی اون خسم را نکشتی بلکه خصومت را کشتی من در اون بالا علم و حلمو که مطرح کردم در ماده چهارده گفتم سیره علوی یعنی اینی که مولانا علوی هست سیرش این استش که باید کاری بکنی که خصومت از بین بره نه اینکه دشمن برای خودت ایجاد بکنی و با حلمه که میتونی یعنی با همون صلحی که میتونی خصومت رو برطرف کنی بازگو دانم که این اسرار حوس یعنی سر الهی است خداوند بدون آلت و بدون ابزار تصرف در عالم میکنه چون اگر خداوند میخواست با آلت و ابزار تصرف در عالم بکنه تصرف در اون ابزار یعنی به کارگیری اون ابزار هم باز احتیاج به ابزار داره بنابراین خداوند آلت و ابزار و جاره و اعضایی ندارد تو بدون هیچ عضوی در مقام تجرید یعنی در مقام روحانیت و معنویت منو کشتی بازگودانم دانم که این اسرار هوست زان که بی شمشیر کشتن کار اوست سانه یعنی خداوند رو میگه بی آلت و بی جارهه بدون اینکه آلت باشه آلتی داشته باشه و اعضایی داشته باشد هبه میکند این همه هدیه هایی که به انسان میرسد میکنم که هدیه هایی که به ما میدهد و اون هدیه ها تماما برای ما رشد است برای ما خیر است واهب این هدیه های رابه صد هزاران می چشانت هوش را که خبر نبود دو چشمو گوش را یعنی از راه پنهان از راهی که هرگز نمیدونی این خداوند می میده یعنی توجهی به ما میکنه که اصلا ما خبردار نمیشیم که استحقاقم نداشتیم این چگونه به ما رسیده است من اینجا برای اینکه میگه که می, می چشاونت هوش را و گوش را یه غزلی را آوردم شهر نمیکنم فقط میخونم غزل شماره 1073 خوی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار خوی من کی خوش شود بیروی خوبت ای نگار بی تو هستم چون زمستان خلق از من در عذاب با تو هستم چون گلستان خوی من خوی بهار بی تو بی عقلم ملولم هر چه گویم کج بود من خجل از عقل و عقل از نور رویت شرمسار آب بد را چیست در من باز در جیهون شدن خوی بد را چیست در من باز دیدن روی یار آب جان محبوس می بینم در این گرداب تن خاک را بر می کنم تا ره کنم سوی بهار اینه اینجا رو دارم به. این،, این, شاه قذرش اینه که من جلب کرد شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی یعنی انسان هایی که نومیدن از یک راهی که نمیدانن به اونها شربت میدی شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی تا در ناورد از حسرتش امیدوار یعنی امیدوار وقتی که متوجه اون شربت بشه حسرت میبرد چشم خود ای دل ز دل بر تا توانی بر مگیر گر ز تو گیرد کناره ور تو را گیرد کنار بازگو ای باز عرش خوش شکار. تا چه دیدی این زمان از کردگار تو چه دیدی برای ما بیان کن ماده 16 هم این که مولانا به این حقیقت اعتراف می کند که حضرت علی چشم قیب بین دارد یعنی ملکوت را می بیند و من قبلا این رو عرض کردم که ما یه ملکی داریم و یک ملکوتی داریم و خداوند در قرآن می که کزارکن نوری ابراهیمه ملکوت السماوات والارض خداوند میگه ما به ابراهیم نشان دادیم نشان می دهیم ملکوت آسمان و زمین را ملکوت آسمان و زمین قیب یک جایی نیست که ما بگیم اونجا رو می بینن. ملکوت یک جایی نیست هر موجودی در این عالم یه جنبه ورا دارد یک لایه دارد آن را میبیند نگاه کنید چه میگه چشم تو ادراک قیبا موخته چشمهای حاضران بردوخته یعنی تو حقیقتی رو میبینی که اینا که حاضران نمیتونن ببینن و بعد به این مراتب بسیرت اشاره میکنه قبلا هم اینو از کردم که از کنم مفاهیم عرفانی مفاهیم دینی دارای مراتبند. توی فلسفه بهش میگن مراتب تشکیکی یعنی شما شک میکنی که به این بگی نور نور یک شمعی یا به پنجا بگی نور شمعی نور یک شمعی یا به نور 500 بگی نور نور به کدام یک از اینها میتونیم بگیم نور تشکیک میکنی میگن مراتب تشکیکی وجود دارای مراتب است وجود 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 اما این وجودها دارای مراتبه یک وجود است که برق رو اختراع میکنه یک وجود است که شخ میزنه این دو تا وجود شدت و ضعف دارن حالا مولانا میگه آن یکی ماهی همی بیند ایان و آن یکی تاریک میبیند جهان و آن یکی سه ماه میبیند به هم این سه کس بنشسته یک موزه نعم ها چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز در تو آویزان و از من در گریز خب این چیه؟ ببینید در اینجا یک مطلب قابل توجهه که مولانا نگاه میکند به نگاه انسانها و شرایط معرفتی یعنی مراتب بصیرت و مراتب معرفت رو مولانا داره بیان میکنه نگاه کنید در مصنوی دارد آب آب یا فقه فقه یا نور،, نور 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 از همه اوهام و تصویرات دور نور 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 یعنی این نور یه نوری دیگه ای دارد این نور هم باز یه نور دیگه ای دارد میشه نور 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 تا شیش تا میگه نور 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 یا میگه که آفتاب آفتاب من چه میگویم مگر هستم به خواب آفتاب, آفتاب 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 یا جان 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 جانان این جان این جسم من یک جانی دارد این جان من نسبت به یک جان قوی تر و بزرگتر جسم است جان من پس اون میشه جان این جانی که نسبت به او جزئی است میشه جان جان اینها رو مولانا مرتب به کار گرفت حالا بنده همیشه تو صحبت هم یه مسئلی مثل، زدم مثلا شما در نظر بگیرید یک فرش ابریشم رو گذاشتن اینجا این فرش ابریشم رو من میام نگاه میکنم تخصصی اصلا هیچ اطلاعی از فرش ندارم من فرش ابریشم رو میبینم چقدر زیباست چه نقش زیبایی دارد نفر دوم میاد این نفر دوم فروشنده فرشه 20 سال فرش فروخته این هم این فرش ابریشم رو میبیند من فرش را میبینم اما اون یک فرش دیگه ای هم در او میبیند او فرش فرش را میبیند نفر سومی هست که پنجاه سال فرش ابریشم بافته اونی که میاد اون فرش را میبیند اون فرشی را هم که این دومی دیده میبیند و یه فرشی را هم خودش میبیند که من نمیبینم میشه فرش 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 یه کسی هم که کور اصلا فرش نمیبینه یه کسی اصلا فرش رو نمیبینه یه کسی فرش رو میبینه یه کسی فرش فرش رو میبینه یه کسی فرش 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 را می‌بیند مولانا میگوید که همه گفتن ما شمس را دیدیم ولی هیچ کس شمس را ندید ما شمس را دیدیم شما ممکنه پنجاه سال با یک نفر در یه جایی باشی نبینیش نبینیش اصلا نبینیش بعد پنجاه سال بگه حالا اون رومو بهت نشون میدم شما اون فریبا خانوم رو میبینید یعنی فریبای فریبا رو میبینید اون فریبا رو که دیده بودید یا اون فریدون رو دیده بودید اما الان فریدون فریدون رو میبینه مولانا میگه که تویی که الان این شمشیر را بر زمین گذاشتی یه چیزی میبینی که خب من نمیبینم دیگه آن یکی ماهی همی بیند ایان یه نفر فقط یک ماه میبیند وان یکی تاریک میبیند جهان وان یکی سه ماه میبیند به هم این سه کس بنشسته یک موضع نعم چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز اما تو وقتی که نگاه میکنی آویزون بهش میشی اونجا رو در میبینی دری میبینی به سوی یک معنایی ولی من دیوار میبینم و من از اون فرار میکنم من میبینم اگه بیام سرم میخوره به این دیوار ولی تو که میبینی در میبینی در تو آویزان و از من در این چیه؟ این چه حالتی است که تو داری یا علی از زبان مولانا سهر عین است این عجب لطف خفیس این عجب که در اینجا میاد کلمه ترکیه عجب یعنی آیا در زبان ترکی عجبا یعنی آیا یعنی آجابا به زبان ترکیه استانبولی آجابا یعنی آیا حالا در اینجا این عجب اون معنی نیست که شگفتی است سحر عین است واقعا این چشم آدم دچار یه سحری میشه که چیزی رو تو میبینی که من نمیبینم این آیا لطف خفی است یعنی لطفی است که خفیه و مخفیه یعنی استحقاقش رو ندارم اما به من میدن لطف خفی یعنی لطفی که استحقاقش رو ندارن به من میدن لطف جلی یعنی یه کاری کردم مثلا شما یک فردی رو میارید خونه رو تمیز کنه وقتی تمیز کرد ده ساعت که کار کرد هر ساعت ده دلار بهش میدی 100 دلار میگن لطف جلی اما شما یه کسی اصلا کاری نکرده به اون میدید اون میشه لطف خفی که مولانا میگه تمام الطاف خدا لطف خفیس، اصلا لطف جلی نداریم برای اینکه ما اصلا استحقاق نداریم بنابراین فقط سحر عین است این عجابا لطف خفیس بر تو نقش گرگ و بر من یوسفی است وقتی که به تو نگاه میکنی نقش گرگ میبینی خشم را مشاهده میکنی ولی بر من یوسفی است عالم هجده هزار است و فوزون در زمان قدیم معتقد بودن که هجده هزار عالم داریم یعنی بتون عالم مولانا میگه اگه این عالم دارای مراتب است هر نظر را نیست این هجده زبون عرض کنم که این ارزم میکنم هر کسی نمیتونه این هیجده رو در نظر بگیرد هیجدهم امام علی رازدان بود راز بکشا ببینید این رازدانی در عرفان یک بحث مهمیه دیگه ما راز داریم راز نه اینکه یه چیزی که شما میدونید من نمیدونم اون رازیه مثل که شما الان میدونید که من فردا میخوام کجا برم میگم این پیش شما باشه به کسی نگو این رازه نه راز یعنی حقیقتی که اصلا نمیتوانی بیان بکنی قطعا باید کشفش بکنی که قطعا باید کشف بالاترین رازها خود حضرت حق است که به صورت یک راز است یعنی تاثیر او و ارتباط بی تکیف و بی قیاس او این راز است عاقبت امور راز است جبر و اختیار راز است بسیاری از امور در این عالم شما مینی را آقا شما نظر میکنی کار درست میشه این راز است یک رازی در این نهفته است دعا میکنی راز بکشا ای علی مرتسا ای پس سوء القضا حسن القضا یعنی ای کسی که یه حادثه خیلی خوبی بودی بعد از یه حادثه بد تو یه حادثه خوبی بودی تو زندگی تو یه حادثه خوبی بوده برای من تو زندگی من اومدی الان منو تونستی متحول بکنی بعد از اون حادثه بدی که پیش اومد و من در برابر تو قرار گرفتم حالا بعضی هم یه جور دیگه معنا کردن نگاه دیگه ای دارن میگن که در زندگی حضرت علی ابتدا بعد از مرگ پیانبر حوادثی اتفاق افتاد که این حوادث او رو خانه نشینی کرد سؤل غذا بود دیگه یعنی حوادث بدی بود که حضرت علی 25 سال سکوت کرد خب چی اتفاقی افتاده که یک فردی که در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود که کیستی یه شخصیت دریایی مثل حضرت علی 25 سال سکوت میکنه خب یک حادثه بدی اتفاق افتاده یک حوادثی اتفاق افتاده که سوال غذاست است اما بعدش که ارز کنم که توجه میشه به امیرالمؤمنین المؤمنین اونجا حسن غذا است اینم یک تفسیری کردن یا تو واگو مولانا میگه آنچه عقلت یافته است یا بگویم آنچه بر من تافت است مولانا میگه بر من تافتی تو و این مطلبی است که بدون اقراق ما میگیم جا به جای مصنوی من به شما نشون میدم کلمات مولاست حالا اونجا گای بعضی شارحین میگن اینجا کلمه مولاست اما بعضی از جاها نه مولانا اختباس کرده مولانا عکس کرده از علی بر مولانا تابیده است نه فقط مطالعه بکنه مطالعات نه اتصال یک نوع اتصالی با اون حقیقت انسانی در اینجا صورت گرفته است همه عارفان به این معنا که قطب مطلق را امیر المؤمنین می دانن. با تو واگو یا تو واگو آن چه عقلت یافته است یا بگویم آن چه بر من تافته است از تو بر من تاف چون داری نهان می فشانی نور چون مح بی زبان می که از تو بر من تافته مولانا میگه از من تافته چجوری میتونیم پنهان بکنی تو مانند ماهی هستی که حرف نمیزنه یعنی یه وقتی از که من حرف میزنم مثل که الان که دارم از صبح تا حرف میزنم این حرفه من دارم حرف میزنم این صدق وجودی من زمانی مشخص میشه که خودم زبانم باشم یعنی این که میگه کون و دعا به غیر علسنت کن مردم رو بخوانید به سمت ما بدون زبانتون یعنی حرف نزنید در نمادتون در ظهورتون شما ماه باشید روشنایی بادید تو وجود تو ای علی عمل تو عین زبان توست بعضیا عملشون عین زبانشون نیست این صدق در اونها وجود ندارد میفشانی نور چون مه بی زبان یعنی بدون زبان این مقام صدق وجودی امام علی است که اینجا من نتیجه گیری کردم لیک اگر تویی که همه زندگی دستم با ما حرف میزنه زبان وجودت با ما حرف میزنه اگه حرف هم بزنی و بگی و بیان بکنی دیگه اونجا زودتر اونهایی که گم شدن به راه میای لیک اگر در گفت آیت قرص ما شبراوان را زودتر آرد به راه از غلط ایمن شوند و از ظهور ظهور یعنی قفلت یعنی از غلط و قفلت در اثر اتصال با تو بنابراین در کنار مصنوی خانی من معتقد هستم نهج البلاغه باید خونده بشه باید آیات قرآن خونده بشه از غلط ایمن شوند و از زهود از غلط و غفلت وان که ماه غالب شود بر بانک قولی زمان قدیم معتقد بودن که یه بانگی بوده بانگ دیو منتها این تصوری بوده چون مسافرت ها در اون زمان خیلی وحشت آور و سخت بوده دیگه یه نفر زندگی خودش و همسرش و بچه‌هاش رو عمل رها میکنه و در بیابان سه ماه میخواد در این بیابان طی طریق بکنه تا به مقصد برسه و شب که میرفته توهمات بر او غالب میشده و تصور میکرده که او رو دارن صدا میزنن به یک بیراهه‌ای اینجا میگه نه بانک مح اینجا ماه چون راه رو نشون میده وقتی که تو سخن میگی که قول میخوابد ماه بی گفتن چو باشد رهنما چون بگوید شد زیا اندر زیا حالا که تو وجودت همش راهنمای وقتی هم که میگی نورن علا نور میشه خب بیستمین مطلبی که بگم رحمت مولانا چه تعبیرات زیبایی از حضرت علی میکنه که حالا میرسیم در درس های بعدی که میگه تو ترازوی احد خوب بوده ای یعنی تو یک ترازوی سی که هم بر زبانه هر ترازو بوده ای. هر ترازو رو باید با تو بسنجی یعنی عدالت توی نه اینکه تو عادلی اصلا تو عین عدلی عین حق حالا در اینجا یک اصطلاحی به کار میبرد مولانا و اون این استش که به حضرت علی میگوید که تو بابی و تو دری علی باب رحمت باب گشایش باب رسیدن قشور یعنی پوست به لباب یعنی مغز است در اینجا من یه بحث مفصلی دارم در مورد باب و در که الان دیگه فرصت نداریم چون به سوالاتم من میخوام پاسخ بدم امام علی باب رحمت و باب گشایش باب رسیدن قشور به لباب است خب حالا این بحث در خیلی مهمه این در در این عالم ما دیوار داریم و در داریم از نظر بعضی هر چیزی دیوار است سرشون میخوره به این دیوار از نظر عارف هر چه در این عالم شما نگاه میکنی یه دری دارد به سمت گشایش چون در علامت آزادی و رهایی و رها شدن از انصداد و بستگی سجا در در باید بشه ما میخوایم خارج بشیم میخوایم فضاداری بکنیم باید دری باشد و این در به روی من باز بشه هر چی که شما نگاه کنید در این عالم در است من راجع به در جلسه بعد اجازه بفرمایید جلسه بعد بیشتر توضیح میدم اما در اینجا میگه چون تو بابی آن مدینه ای علم را چون شعایی آفتاب حلم را که اشاره است به اون کلام پیامبر خود وجود پیامبر یک شهره اگر کسی بخواد به این شهر نزدیک بشه باید از در آن وارد بشود چون علم و حکمت را علی از پیامبر گرفته است دیگه چون تو آن مدینه علم را کنه مدینه علم اون علمی که میفرماید و من انده علم الکتاب چون شعاعی آفتاب علم را یه آفتابی است که به انسانها گرمی میده به انسانها حرارت میده و اون آفتاب حلم و لین بودن توست باز باش ای باب بر جویای باب تارست از تو قشور اندر لباب این در باید باز بشه و نتی تو بابی هستی یک دری هستی که گشایش ایجاد میکنی گشایشت هم اینه که اگه کسی متصل به تو شد از سطحی گرایی و از قشر و از پوست باید به لب و مغز برسه باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه ما لهو کفن احد تو باب رحمت هستی رحمت و للعالمین بابش تو هستی و اون در بارگاهی هستی که اون بارگاه توحیده یعنی به همه چیز تو رسیدی هر هوا و ذره‌ای خود منظری است هر هوا و ذره‌ای در اینجا یک دری دارد یک بالکنی دارد یک منظری دارد تا تو بتونی کشف بکنی تا گشاده کی گود کانجا دری ناگشاده یعنی کسی که چشمش باز نشده در رو نمیبینه همش دیوار میبینه راجع به در و دیوار بعدا توضیحاتم طولانیه یک ساعت چل دقیقه بعد صحبت کنم تا روشن بینان درهای حقیقت را نگشایند مردم تصوری از حقیقت نخواهند داشت تا به نک شاید دری را دیدبان در درون هرگز نجنبت این گمان دیدبان اینجا کیه؟ دیدبان یعنی همون کسانی که روشن بین هستن چون داره میگه تو در رو باز کن باید در اثر دلا نزد کسی بنشینی که او از دل خبر دارد به سایه آن درختی رو که او گلهای تر دارد یعنی اینجا اون واسطه فیض است که در رو باز میکند در درون هرگز نجنبت این گمان باید یک انایتی بشه و این انایت رو ما خبر نداریم عارفان معتقدن از طریق واسطه صورت میگیرد و اون واسطه ولی الهی چون گشاده شد دری هیران شود مرغ امید و طمع پران شود وقتی که یه تجربه ای شما میکنی بعدا طمع در ایجاد میشه تا تجربه نکنی که نمیشه شما باید تجربه بکنی یه چیزی رو یعنی شما به قول حاج ملادی سبزواری کسی که آتش داره دنبال آب میره یا کسی که سیرابه دنبال آب میره کسی که سیرابه دنبال آب میره نه کسی که آتش داره چون اگه اینم آتش داره دنبال آب بره حتما باید قبلا به وسیله آب سیراب شده باشه سیرابی آب رو در یک مرحله تجربه میکنه بعد دنبال آب میره از خورده از نخورده بگی بده به خورده چون خورده تجربه کرده نخورده که اصلا نمیدونه آقا الان یه کسی اصلا نخورده حالا هر چی شما بگید که آقا یه کسی میاد اینجا یه غذای ایرانی رو خیلی دوست داره چون قبلا تجربهش رو کرده اما یه کانادایی تجربه نکرده اصلا طالبش نیست چون گشاده شد دری حیران شود مرغ و امید و طمع پران شود قافلی ناگه به ویران گنج یافت سوی هر ویران از آن پس میشه تا تازه درویشی نیابی تو گوهر چه گوهر جویی ز درویشی دگر بنابراین باید به این مرحله و به این مرتبه برسی اینجاها رو اجازه بفرمایید البته به صلاح راجع به همین باب و در در همین حد من کافی میدونم چون دیگه فرصت نداریم